خب بریم به گفتگوی امروز. چون تو هفته گذشته گزارشات زیادی از مشکلات مردم تو سیستان و بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته، مشکلاتی که بر زندگی اونها تأثیر مخربی گذاشته، از سوی دیگه هم رژیم به رغم سرکوب اما از شرایط موجود ابراز وحشت میکنه. همراه هستیم با آقای نادر تیموری. با سلام آقای تیموری، ممنون از اینکه در برنامه ما حضور دارین. در اولین سوال میخواستم خیلی خلاصه مشکلاتی که هموطنانمون در سیستان و بلوچستان با اون روبرو هستن رو هرچند خلاصه برای بینندگانمون توضیح بدید. بله، منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان ایران آزادی و سلام خاص دارم به هم استانیای عزیز خودم. در پاسخ به سوال شما باید بگم که مشکلات مردم تو این استان یکی دوتا که نیست. بله. از یه طرف بیکاری، بی آبی، مشکل سوخت، طوفان شن، ریزگردها، ده ها مشکل دیگه، تا جایی که شرایط زندگی آنچنان واسه این مردم سخت شده که هیچ راه چاره‌ای جز مهاجرت ندارن. موضوع دیگه هم سرکوبیه که توسط حکومت علیه مردم صورت میگیره، از دستگیری‌های گسترده تا اعدامایی که روزانه از هموطنان بلوچ میکنه. البته به نظر من تمامی مشکلات و اقداماتی که رژیم انجام میده به خاطر شرایط انفجاری جامعه است. یعنی از هر طریقی که شده میخواد وضعیت رو مهار کنه، اما واقعیت اینه که وقتی نه معیشتی در کار باشه و نه امنیتی واسه مردم، هیچ وقت رژیم جامعه رو نمیتونه مهار کنه. بله، در مورد همین معیشت که میگین، یکی از مشکلات مردم واقعا هزینه های روزمره زندگیشون الان شده. چه توضیح بیشتری در این مورد دارین؟ بله، ببینید اینو همه میدونن که چه توی رژیم شاه چه توی این حکومت آخوندی هیچ اقدام زیربنایی توی این استان صورت نگرفته، که اصلی ترین آثارش هم همین بیکاریه که الان هست. از طرف رژیم هم فقط توی دوران انتخابات وعده‌های توخالی میدن. شرایط هم طوری شده که حسین علی شهریاری به عنوان نماینده زادان تو مجلس خامنه‌ای هم صداش در اومده که گفته به وعده‌های انتخاباتی رئیسی به گفته مردم توی این مدت کوچیک نشده، بلکه کاملا خالی شده. به دلیل بیکاری مردم توی بلوچستان از پیر و جوان واسه تأمین زندگیشون به کارهای بسیار سخت و سوختبری و خطرناک رو میارن، کاری که خیلی موقع به قیمت جونشون تموم میشه، که یا مورد شلیک مستقیم پاسدارای رژیم قرار میگیرن، یا تو تعقیب و گریز خودروشون آتیش میگیره، یا چنان که شاهد بودیم به دلیل همین سیلای موسمی که توی منطقه وجود داره همه اموالشون حتی جونشون از دست دادن. نمونهش توی همین ماه بود که سوخبرها دوچار سیل گرفتگی شدن، بیش از 10 سوخبر جونشون از دست دادن، در صورتی که بارها دیده شده کاروانهای تانکر سوخت سپاه به صورت قاچاق به پاکستان میره، اما سوخبرها رو به عنوان قاچاقچی معرفی میکنن. این روزا میبینیم که رژیم واسه تامین کمبود بودجهش میخواد که بنزین رو گرون بکنه، که توی اکثر شهرها یه صفای طولانی چند کیلومتری تشکیل میشه و مردم توی این هوای گرم ساعتها واسه چند لیتر سوخت باید توی صف بمونن. البته این وضعیت توی شهرهای سیستان و بلوچستان ضریب میخوره و مردم با مشکلات خیلی بیشتری مواجهن. به عنوان نمونه، رانندگان واسه زدن گازوئیل توی محور بندرعباس به حاجی آباد 2 روز توی صف میمونن. توی شهرهای دیگه از سرباز و چابهار و زابل و بقیه شهرها نیز وضعیت به همین شکله. چنانکه روزنامه حکومتی همیهن هم روز گذشته به افزایش قیمت بنزین توسط دولت رئیسی واسه تأمین کمبود بودجه دولت اعتراف کرده و نوشته دولت در حال سبک سنگین کردن افزایش قیمت بنزینه. درسته. که توی این چند روز احتمالاً بخوان این کار رو انجام بدن. یعنی با گرون کردن بنزین سفره‌های خالی مردم خالی تر میشه. شما در قسمت اول صحبتاتون اشاره به طوفان و ریزگردها کردین در این استان که چه مشکلاتی ایجاد کرده. میخواستم توضیح بیشتری هم در این باره بدید. بله، در این مورد البته اینم از قبل توضیح بگم که یکی از دلایل خوش شدن
همین خوش شدن تالابا و رودخانه هیرمنده. دلایل ریزگردها. بله، چنان که مردم زابل تا کنون بارها به دلیل همین بیکفایتی این حکومت در تامین حقابشون از افغانستان تجمع اعتراضی داشتن. کشاورزی تو این منطقه کامل نابود شده، طوفان‌های شدید زندگی مردم رو تباه کرده. تو همین هفته‌ای که گذشت به گفته مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، طوفان و ریزگرد توی منطقه سیستان 1834 نفر رو روانه مراکز درمانی و بیمارستان کرد. این موج جدید وزش بادهای 120 روزه یه بار دیگه از صبح روز 19 مرداد ما توی منطقه سیستان که شامل 5 شهرستان زابل و زهک و هامون و هیرمند و نیمروز که توی شمال استان سیستان بلوچستان واقع شده، وضعیت به گونه بوده که دو روز تمامی ادارات و بانک ها توی این 5 شهرستان تعطیل شد. شرایط طوری شده که امکان زندگی توی روستاها و حتی توی شهران وجود نداره. توی همین مورد حسین علی شهریاری که تحت عنوان نماینده استان توی مجلس خامنه‌ایه به این وضعیت اشاره کرده، میگه خوشسالی استان رو از بین برده و کلی از روستاها به دلیل طوفان شن نابود شدن. بله، به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم، به رغم سرکوب هموطنان به طور خاص تو بلوچستان، یک نوع وحشت در نیروهای رژیم از این استان دیده میشه، اگر توضیحی دارین در این مورد بفرمایید. بله، اینو که همه میدونن که بلوچستان به طور خاص زاهدان نقش تعیین کننده توی ادامه قیام 1401 رو داشته. بله، اینم روشنه که مردم مطالباتی داشته و دارن که از طریق مسالمت آمیز هر چی تلاش کردن چیزی به دست نیاوردن، اما رژیم در پاسخ به این عملشون دست به امنیتی کردن شهرها زده. دستگیری فلهی میکنه، زندان میکنه، روزانه هم شاهدیم که از فرزندان بلوچ به بهانه های واهی اعدام میکنه. خب یک جامعه انفجاری تا نقطه‌ای تحمل میکنه، بعد مبارزه سمت و سوی رادیکال شدن میگیره، جوانای شورشی دست به کارا و اقداماتی میزنن که بعضا رژیم اعلام هم میکنه. واسه نمونه موارد زیادی داشتیم که رژیم اعلام کشف و توقیف سلاح کرده. مثلا یک نمونهش فرمانده انتظامی سیستان بلوچستان گفتش که 50 قبضه سلاح جنگی کلت کمری، 3 قبضه سلاح شکاری، 99 تیغ خشاب توی شهرستان چابهار کشف و ضبط شد. یا خبرگزاری سپاه 21 مرداد خبر داده که بر اثر تیراندازی افراد مسلح در محور شهرستان قصر قند جکیگور یه پاسدار نیروی انتظامی کشته میشه و یه نفرم مجروح. یا پاسدار رادان فرمانده انتظامی گزارش میکنه که ته چند ماه 40 نفر از نیروهاش توسط مردم به هلاکت رسیدن. هرچند اینا نمونه است، اما نشوندنده اینه که جامعه سمت و سوی رادیکال شدن گرفته. دقیقاً. و علت وحشت رژیم هم از همینه. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودین. خواهش میکنم، منم تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادین.